Hey guys, how are you? What's up? Any news? How have you been these days? سلام دوستان، سارا عبادی هستم با یک درس دیگر از مجموعه ایزی کانول یا مکالمه آسان. خب، ازتون چند تا سوال پرسیدم، نه؟ دقت کردید به سوالا؟ What's up? How have you been? um, How are you حتی سوال معمولی How are you سوال پرسیدن امروز میخوایم تمرکز بکنیم روی چجوری سوال پرسیدن در انگلیسی خاطرتون هست درس قبل گفتیم که وقتی میخوایم راجع به روز یک نفر ازش بپرسیم یا شغل یک نفر ازش بپرسیم اینا نه هر کدوم شکل مختلف خودش داشت و اون درس جذاب این بالاست اون درس جذاب فلند فرم چجوری اطلاعات شخصی بدیم فرم پر بکنن برمون اینها همه توشون یه سری سوال داشتیم یعنی کلی راجع به سوالا و چجوری پرسیدن و اینها خب با هم حرف زدیم اون به جای خود اما اما چیه اما اینه که ب... اینکه فرم سوال در واقع اینکه چجوری ما این سوال رو فرم بدیم شاید لازم باشه که حالا بجز این که تمرین میکنیم توی درس های مختلف مکالمه میکنیم صحبت میکنیم شاید لازم باشه که در واقع یه مقدار اورنس یا آگاهی هم داشته باشیم به این قضیه یه ذره بدونیم چه خبر هست و چی به چیه ای چرا شد چرا این سوال این مدل خب ببینید ما کلا دو مدل سوال داریم دقت کنید دو مدل سوال داریم یه مدلش میشه yes no questions یعنی چی؟ یعنی اون سوالایی که مثلا من میگم are you from Spain و شما میگین که no I'm not یا میتونی بگی yes I am چیز دیگه یه هم میتونی بگی جواب این سوال یا yes یا no درسته خب پس این شد یه مدل سوالهایی هایی که ما میتونیم بپرسیم ولی اگه من از شما بپرسم که how are you شما میتونی بگی که مثلا yes یا no خب نمیتونیم این مدل سوال‌ها رو که با کلمه های خاصی هم هستن درسته؟ آها کلمه های مثل what, where, how اینها سوال پرسیدن با کلمه پرسشی هست و سوالی که ما با کلمه پرسشی میپرسیم جوابش هرگز نمیتونه yes باشه یا no من به شما میگم where are you کجا هستی میتونی بگی yes نانسنس نمیتونیم بگیم یس yes. یا نمیتونیم بگیم نو no. حتما باید توضیح بدیم پس دقت بکنید کلمه های پرسشی در واقع از ما توضیح میخوان آها یه yes no, نمیخوان خیلی راحت قضیه رو را حل بکنیم و از سر باز کنیم حتما باید توضیح بدیم مطلب رو خب بریم ببینیم قضیه از چه قرار هست ببینید ما یه سری سوال ها در انگلیسی با question words میپرسیم وقتی که میخواهیم یه مقدار جزئیات بیشتری بدونیم از اون کلیت yes و قضیه رو در بیاریم کلمه های پرسشی کلمه های مشخصی هستن خوشبختانه یعنی اینا رو میتونیم یاد بگیریم و همیشه تو ذهنتون داشته باشید من کلمه ها رو براتون اینجا نوشتم what خیلی معروفه دیگه آها. Uh -huh. what what are you doing what do you do Uh, what is that? What are these? Uh -huh. همه ای اینها با what که به معنای چه یا چی هست سوالی میشه یا سوال پرسیده میشه دیگه چی داریم where where یعنی چی دقت کنید where are you from سوال معروف where are you from میبینید where یعنی کجا where کجا Where are you from? Where are you? کجا هستی؟ Where are you going? داری کجا میری؟ آها خب Where is it? یه چیزی رو گم کردین سوال معروف Where is it? مدام از مامانا میپرسیم Where is it? و اونام که مثلی که مجیشن هستن جادوگر هستن میگن که اونجا اونور نگاه کن پیداش میکنی شما هرچی نگاه میکنی پیدا نمیکنی مامان میاد فوری پیدا میشه اوکی ویر یادتون بمونه دیگه چی؟ when when یعنی چی؟ دقت کنید when is the game یا yeah, when is the TV show کی هست کی آها ون در مورد زمانه ولی یه ذره کلی تره یعنی ما میتونیم بگیم فلان روز هست یا فلان هفته هست ولی خیلی دقیق ترش وقتی رجوع تایم تایم میخوایم بپرسیم زمان یک کاری به شکل دقیق از what time استفاده میکنیم مثل اون سوال معروف که توی درس ساعت ها یاد گرفتیم what time is it ساعت چنده uh -huh. or what is the time خب پس what time درباره زمان دقیق میپرسه به این بر نگاه بکنیم سه تا دیگه براتون نوشتم یکی هو هست اینها رو معمولا بسیار پیش میاد که زبان آموزان اشتباه میکنن با هم هو و هاو ببینید عمدن من اینها رو پشت هم نوشتم برای اینکه هو و هاو همیشه با هم اشتباه میشه در صورتی که هو به معنای چه کسی هست کی وقتی میخوایم بپرسیم اون کیه پسر کیه Who is he اون دختری کیه Who is she کی هست آها Who's by the door کی دم در وایساده آها پس به معنای چه کسی هست Who هو mm -hmm. Who is she How اصلا کلا داستانش با هو فرق میکنه how یعنی چجور چطور آها سوال معروفش چیه how are you how are you یعنی چی؟ یعنی چطور هستی درسته اوکی پس how یعنی چطور چگونه خیلی جاها به کار میره شما میخوای بگی که مثلا چقدر فاصله داره یک چیزی با یه جای دیگه از هاو استفاده میکنی how far خب بگی چقدر بلنده میگی هاو long آها هاو ارزش چقدر هست پس هاو برای اینجور چیزها چون به معنی چقدر و چه جور هست میتونه مدام به کار بره مثل این سوال که هست how far is it to chicago تا شیکاگو چقدر مسیره چقدر دور هست اوکی okay. بدونید یکی هاو یکی what که از نظر معنایی هم هر دو دارن چگونگی رو بیان میکنن هر دوی اینها بسیار پرکار پر بردن برای اینکه به جز خودشون به تنهایی کلی سوال دیگه هم برای ما میسازن مثل اینکه مثلا میگیم چی؟ What color؟ چه رنگی؟ What color is your bag؟ What color are your eyes؟ آها uh -huh. پس و خیلی چیزای دیگه من کالر رو گفتم مثل اینکه مثلا what, uh, what, model چه مدلی هست یه چیزی آها وات what type از چه نوع یک چیزی هست میتونیم به کار ببریم با what یادمون, باشیم باشه خب یه چیز دیگه ای که خیلی دوست دارم بهش دقت بکنید تو این سوال ها اینه که الان تمام سوالهایی که من نوشتم فعلشون چی بود؟ میبینید همه توبیه یعنی همه این سوالها ها به موجودیت یا هویت و در واقع شناخت از یه چیزی یا توصیف یک چیزی بودن اینها درسته تمام این سوال ها اما ما یاد گرفتیم که دست کم حالا در مورد سیمپل پریزنت روتینز که یاد گرفتیم Um, و یا وقتی میخوایم راجع به یه فکتی سوال بکنیم یاد گرفتیم که میتونیم اینها رو با چی به کار ببریم چجوری سوال میساختیم yes no questions میخواستیم بگیم که مثلا شما کار میکنی شما مدرسه میری um, شما صبحانه میخوری چی میگفتیم that's it do you have a job do you go to work do you have breakfast? خب بریم بیایم درباره این مدل سوال ها صحبت بکنیم خب What do you do? Where do you come from? قرار شد درباره سوال هایی که در واقع با دو تا سوالی می کنیم کلمه های پرسش رو با دو به کار میبریم اینجوری نگیم بگیم راجع به سوال هایی که بیشتر روی اکتیویتی ها حرف میزنن یعنی یک فعل اصلی یک اکتیویتی اصلی ما داریم درشون میخوایم حرف بزنیم ببینید مثل چی دقت کنیم ارنج شدن و در واقع اوردر این سوال ها رو اگر به درستی یاد بگیرید خیلی کمک میکنه بهتون و بسیار هم این روند ساده هست ببینید کلمه پرسشیمون که میبینید اینجا هست بعدش چی میاد؟ بعدش حتما دو یا داز میاد. این ترتیب رو تو ذهنتون با خودتون دوره بکنید. ببینید کلمه پرسشی دو یا داز بعد اون شخصی که میخواین ازش بپرسید یا دربارش بپرسید مثلا اینجا من میگم که کار شما چیه شغل شما چیه چی پرسیدم What do چرا چون میخوام بگم شما دیگه What do you do فعل اصلیمون هم بعد از اینها میاد حالا ممکنه جمله طولانی تر هم باشه ولی ما این اردر سوال کردن ما هست اول کلمه پرسشی بعد دو و داز بعد اون شخصه بعد اون کاره همین جور اینها به ذهن بسپارید بعدی چیه ببینید دقیقا کلمه پرسشی هر کدومشون رو دوست دارین چک بکنید این اردر تفاوتی نمیکنه. Where دوباره Do you work? کجا کار میکنید؟ یا where do you come from؟ میبینی؟ هیچ فرق نمیکنه. Where do you work? When does she come home? بازم. When رو داریم کلمه پرسشی؟ Does. Does. Do does. Mm -hmm. She فردمون که در برش میپرسیم. Come. اومدن. Come home. خونه اومدن. What time بازم کلمه پرسشی Do They فرد کسایی که در برشون پرسیم Start فعلمون Start work درسته خب یه چیزی رو همینجا لازم یادآوری بکنم خیلی دقت بکنید این سوالا رو ما نمیتونیم یه yes, سنو no, جواب بدیم یادمون باشه توضیح باید بدیم What do you do? I work in an office yes نمیگم no هم نمیگم where do you work i work in a factory when does she come home she'll be back at 8 pm mm -hmm. پس جواب توضیحه دیگه چی how داشتیم how does he sing how کیفیت رو می پس اینجا کیفیت این عمل singing آواز خواندن آواز خواندن How does he sing؟ درسته How این ماجیک من دیگه کم کم داره عمرش به سر میرزه How does میبینید Does He پس How شد Do does بعدش چی شد؟ اون شخص و فعلش سینگ اینجا فعله یادمون باشه How long یادمون باشه وقتی لانگ یا برای وات گفتیم کالر وات کاین اضافه میشه اینا جز کلمه پرسشی انا اصلا گیج کننده نشه کلمه پرسشی ما هاو لانگ هست مهم. بعد دو دوباره اومده یو ورک How long do you work? چه طول ساعتی؟ چه میزان زمانی رو کار میکنی؟ خب پس اردر اینا رو اگر یاد بگیرید کلی سوال میتونید بپرسید از افراد این خاطرتون باشه دو قرار بعضی از این سوالا رو برای من جواب بدین How long do you work؟ برام کامنت کنین How long do you work؟ چقدر چه, چه میزان چند ساعت کار میکنین طولانیه کمه زیاده Your favorite singer Favorite singer -tune. How does he sing؟ چطور میخونه دوست داشتنی هست نیست و uh, Where do you work؟ قبلا هم جواب دادین الان دوباره برای من جواب بدین کامنت کنین Where do you work؟ خب امیدوارم که درس رو دوست داشته باشید حمایت کنید لایک کنید سابسکرایب بکنید کانال رو و حتما پست رو برای دوستانتون بفرستین چرا پست رو برای دوستانتون نمیفرستین؟ <laughs> شوخی میکنم میدونم که حتما دوستای خوبی هستین و پست رو با دوستانتون شیر میکنید یادتون نره جواب سوال ها رو کامنت کنید See you soon Bye